میگه که رسیدیم به اونجا که میگه که میگه زناله بر هوا چون کله بستی، فلک ها را طبق در هم شکستی. یعنی افلاک و طبقات آسمان از ناله اون شکسته می شدن. میگه چون طفلی تشنه کابش باید از جام، نداند آب را و دایه را نام. میگه شده بود مثل یه بچه‌ای که فقط صدا میگه، معلوم نیست حالا جیش کرده، معلوم نیست آب میخواد، معلوم نیست کسی رو داره صدا میکنه و فقط معلومه که حاجتی داره، ولی اون حاجت چیه در مورد کودک نامعلومه. نداند آب را و دایه را نام، زگرمی برده عشق آرام او را، به جوش آورده هفت اندام او را. و در مورد هفتم یادتونه صحبت کردیم که هفت هر چیز یعنی تمام اون چیز، هفت دریا یعنی همه دریا، یا هفت آرایش یعنی همه آرایش ها، و هفت اندام هم یعنی همه اندام. به جوش آورده هفت اندام او را، رسیده آتش دل در دماغش، ز گرمی سوخته همچون چراغش، ز مجروحی دلش صد جای سوراخ، روانش بر هلاک خیش گستاخ. و یک نوع به اصطلاح مازوخیسمی برای در عاشقی وجود داره، یا عاشقا خود آزار میشن و دوست دارن خودشون رو اذیت بکنن. اتفاقا انتقادی که خانم فروغ فرخزاد به لیلی مجنون میکنه همین هست که چرا اینقدر این جنبه مازوخیستی عشق تو نگاه نظامی بزرگ میشه. و این واقعا هست، یعنی همه جا این رو تذکر میده که عشق در واقع یک نوع ضربه به خود هست، یک نوع خودشکنی در عاشقی هست. ملایمتی هست که در واقع میدونن مردان مخصوصا در قدیم که مجبور بودن روح حماسی داشته باشن به دلیل اینکه اون وابستگی سنتی به قبایل و جنگ‌های قبایلی باعث می‌شد که مردهای قبیله و مردهای کامیونیتی در واقع ستوده بشن به دلاوری و جنگجویی و قدرتمندی و در واقع پیروزی، همین چیزی که هنوز تو ما هم رگونیشش هست، موقع برد و باخت و تخت بازی کردن و بیلیارد بازی کردن و کری خوندن و اینا، همیشه این حالت همینجوری ما به ارث رسیده به مردا که خانما وای میسن یه گوشه به ریشمون میخندن، ما کری میخونیم مثلا برام دیگه. این در واقع با یک نوع خودباوری لازم داره، انسان باید خودش باور داشته باشه تا پیروز بشه، تا بخواد که پیروز بشه، تا بخواد که برتر باشه. و عاشقی این خودباوری را از بین میبره و انسان دچار شکست میشه و به خاطر همین این مازوخیسم خودآزاری در واقع شکل میگیره تو عاشقی. ببینید میگه که ز مجروحی دلش صد جای سوراخ، روانش بر هلاک خیش گستاخ. آشکارا میخواست خودش رو آزار بده. بلا و رنج را آماج گشته، بلا زندازه رنج از حد گذشته، چنان از عشق شیرین تلخ بگریست، که شد آوازگر گریشت. چنان از عشق شیرین تلخ بگریست، که شد آواز گریش بیست در بیست، و فرسنگ ها آواز گریش رفت. و 20 میدونن یکی از واحدهای مسافت هست مثلا، و اصولا واحد وزن هم هست، مثلا 20 گانی واحد وزنه، و 20 یکی از اون جاهایی هست که 20 25 7 5 اینها یکی از جاهایی هست که خیلی اعدادی که ملاک واحد و فاصله قرار میگیره. این ربطی به 20 نداره؟ نه محلی بله، بیستون بعدها نام بیستون برده میشه، یعنی ما هنوز نام بیستون رو نبرده ایم، ولی گفته میشه که کور بیستون هست، ولی به گمانم نه اون بیستون مثلا فکر میکنم شاید، نمیدونم که واقعا لغت بیستون یعنی چی، یعنی بیستون یا بزرگ قول پیکر بیستونه. بله بیستون من میدونم بغستان یا
بهستان. چون بر یعنی خدا، بهستان میشه زمان جایگاه خدا. معنی خوبی میتونه براش باشه، چون بغداد هم که بر به معنی یعنی جایی که خدا بوده، شهری که خدا. بیدخت هم یعنی در واقع دختر خدا، بیدخت بیدخت در واقع. بیستون هم میتونه ستانش، همون ستان به معنی استان و سرزمین باشه. میک سنس میکنم، البته هیچ وقت تحقیق نکردم ولی به نظر منطقی بود. بله، میگه که چنان از عشق شیرین تلخ بگریست، که شد آواز گریش بیست در بیست. دلش رفته قرار و بخت مرده، پی دل مید و بیدان رخت برده. یعنی کسی که رختاشو دزدیده بودن، خیلی مرسوم بوده قدیما رخت آدم رو میدزدیدن. مثلا لباست میکندی میرفتی تو حوض برمیگشتی بالا رو میدیدی که بردن مثلا. کفشه من تو مسجد بردن. نه اون تو مسجد عجیب نیست ولی بیرون مسجد. تو مسجد که همه چیز میبرن. لباس گرون بوده قدیم، لباس چیز ارزونه. لباس گرون بوده. رخ هم عموما به معنی فقط هم لباس نیست، به معنی همه اسباب سفر هست. که خب یکی از چیزهایی که همیشه آدمایی که در حال سفر بودن در خطر بودن همین چیز هست، مسئله دزدیدن وسایلشون هست. من اتفاقا یه تحقیقی دارم میکنم در مورد مهاجرت توش ادب فارسی، اگه در فرصتی باشه من یه گزارشی براتون خواهم داد که چه تأثیری داره مقوله مهاجرت تو ادب فارسی. تأثیرش یکیش هم همینه، ترس، ترس نهادین شدن، نهادین شده از بسا آسیب. و یکیش هم خماره، یکیش هم چیزهای مختلفی هست که تو مقوله مهاجرت هست. و میگه که دلش رفته قرار و بخت مرده، پی دل بید و بیدان رخت برده. چنان در میدمید از دوست و دشمن، که جادو از سپند و دیو از آهن. این هم باز دوباره همون چیزایی که هادی خان میگن که ضرورت شعری. دوست و دشمن که در واقع دوتا صامت هست که پس هم میاد با دیکیشون خط بزنه. چنان در میرمید از دوست و دشمن، که جادو از سپند و دیو از آهن. شما سلاب دارن یا سپند؟ سپند. سپند. سلاب هم میشه. سلاب هم یه گیاهیه که برای رفع جادو استفاده میکردن. اسفند هم که برای اینکه بلاها و اهریمنان دور بشن استفاده میکردن. و دیو هم از آهن گریزان هست. به خاطر همین هم من فکر میکنم که دیو اینجا میگه منظورش جنه. شما میدونن جن ها معروف بودن به اینکه سم دارن، و آدمی که سم داره یا موجودی که سم داره به هر حال از نر میترسه و به رام کردن جانور نعل کردن او هست. در واقع وقتی ما اسب رو نعل میکنیم این توسنیش تموم میشه و تبدیل به یه موجود رام میشه. بخاطر همین دیوان از آهن میترسیدن، چون آهن اونها رو به مهمیز میکشید و نعل میشد برشون و رامشون میکرد. و بخاطر همین هم شاید هنوز تو اروپا هم شامل نعل رو آویزون میکنن بر دم خونه شون که جنا برن، چون جنا از آهن و از نعل میترسن بخاطر که فوم دارن. و میگن که یه نفر رفت رو تو همون یه رو نگاه کرد، دید یکی کناش واسطه سم داره، خیلی ترسید. گفت خب شنیده بود که جنا از بسم الله میترسن. گفت بسم الله، دید دوتا شده. گفت خب لابد باید کامل بگم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دید چهار تا شده. گفت حتما باید با صوت بگم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن صلو علی صلو علی شروع کرده. و خلاصه اینا جنای دور زمانه از نه بسم الله و نه آهن و نه هیچی نمید. چنان در میرمید از دوست و دشمن، که جادو از سپند و دیو از آهن. غمش دامن گرفته و او به غم شاد. ببینید او به غم شاد، یعنی این مازوخیسمی که میگم. چون گنجی که از خرابی گردد آباد، ز غم ترسان به هوشیاری و مستی. چون مار از سنگ و گرگ از چوب دستی. دلش نالان و ز غم ترسان، یعنی از عشق
از حالت عاشقی جنونی پیدست داد. غم رو بگیرید عشق، یعنی از عشق در وجودش ترسی اومده بود به هوشیاری و مستی، و چون مار از سنگ و گرگ از چوب دستی و میترسید دائم از آدم ها، از آدم ها دوری میکرد، همونجور که گرگ به محصی که شما یک چوبی رو برمیدنید فرار میکنید، اون هم در واقع یه جوری رمیده شده بود و یه جوری وحشی شده بود و توی بیابونا سرگردون بود. دلش نالان و چشمش زار و گریان، جگر از آتش غم گشته بریان، علاج درد بی درمان ندانست، غم خود را سر و سامان ندانست. ببینید اتفاقا این ابیات اگر نظامی الان زنده بود توی الان میخواست داستان عاشقانه بنویسه، اینقدر فوکوس نمیکرد به این بخش. ببینید این بخش ها در زمان نظامی خیلی مهم بودن، خیلی اون موقع این حالت سرگشتگی انسان در بیابان ها و تنها شدنش خیلی تصویری بوده، چون آدم ها این سنگ ها رو میدیدن. من خودم یادم اینه که من 53 سال 54 سالی، من خودم یادم اینه که دیوانگان رو از توی محله ها با سنگ میزدن و دور میکردن و از دهات دیوانه ها رو میرموندن. اینا صحنه هاییه که دیده میشده توسط انسان ها در وجود. این غریبه وارد شهر شدن، این که اصولاً به غریبه به چشم دشمن نگاه کردن، اون ماجرایی که تو ماجرای شمس تبریزی میبینیم وقتی که میره تو کونیه و همه نگرانند، یه آدمی اومده تو این شهر، میرفتن به مولوی میگفتن که بابا یکی اومده تو این شهر حجره داره، اینا یه بخشش به خاطر اینکه اصلا این یه غریبه وارد شهر بشه مهمه. شما اگر بخواید یه تصویری به دست بیاره، این فیلم‌های وستر رو باید نگاه کنه که توی الپاسو مثلا توی اواخر اوایل قرن 19 هم دیدن فیلم برداری میشه که مثلا یهو یه سواری وارد یه شهر میشه، همه تو اتاق خونه هاشون نشستن، بعد یهو مثلا یه پنجره میره کنار دوباره بسته میشه، بعد این سوار رو وسط داره. واقعا یه تصویر اینجوری، شاید این تصویر مدرنی یا امروزی از اون چیزی باشه که نظامی داره حالا وصف میکنه در مورد یه آدمی که تنها شده به دلیل عاشقی و کسی نمیفهمدش. باید از اون افشیده الان شباهت دارد به مجنون و اون سرگشتگی شد توی بله. این همون مجنون شده. بله حاله بشه. بله ما قبل از این داستان لیلی مجنون رو خوندیم که آیا سبتی تذکر میدن که خیلی شبیه شخصیت مجنون هم. فرو مانده چنین تنها و رنجور، زیاران منقطع و از دوستان دور، گرفته عشق شیرینش در آغوش، شده پیوند فرهادش فراموش. دیگه فرهاد نبود، دیگه فرهاد نبود، بلکه شیرین بود از اون رو بعد. نه رخصت که از غمش جامی فرستد، نه کس محرم که پیغامی فرستد، گر از درگاه او گردی رسیدی یا دمیدی، به جای سرمه در چشمش کشیدی، وگر در راه او دیدی گیایی، ببوسیدی و برخاندی سنایی، به صد تلخی رخ از مردم نهفتی، سخن شیرین جز از شیرین نگفتی. سخنی که پشپشیمون نشه بعدش از گفتنش، نبود مگر سخن شیرین. میگه چی؟ هرچه گفتیم، سعدی میگه هرچه گفتیم در حکایت دوست، در همه عمر هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمان. چنان پنداشت آن دلداده مست، که سوزد هر که را چون او دلی هست، کسی کش آتشی در دل فروزد، جهان یک سر چنان داند که سوزد، چون بردی نام آن معشوق چالاک، زدی بر یاد او صد بوسه بر خاک، چو سوی قصر او نظاره کردی، به جای جان و جان را پاره کردی، چو وحشی توسن از هر سو شتابان، گرفته امس با وحش بیابان، ز معروفان این دام زبونگیر، معروفان این دام زبونگیر یعنی آهوها و گوزنا، دام زبونگیر هم یعنی روزگار، یعنی روزگاری که لنگار میگیره. هنوز هم تو کرمون میگن دیگارو دنبال آهوی لنگ میگرده، یعنی قدرت نداره که قویه رو بگیره، روزگار ضعیف ها رو له میکنه، دام زبونگیر، نامرد روزگار.
به محض اینکه کی ضعیف میشه میلنگه، روزگار تحقیرش میکنه و خوردش میکنه. میگه که ز معروفان این دام، یعنی کرمونی رفته بود شکار، بعد برگشته بود یه دوم شیر با خودش رو بود. گفتن خب چرا سرش نیومدی؟ گفت سر شیر کردی برده بود. دام زبونگیر. میگه ز معروفان این دام زبونگیر، بر او گرد آمده یک دشت نخجیر. ببینن زبون ها تحقیر شده ها خیلی هم بیاد دوستان. شما اگر زندان تشریف ببرن خدا قسمت کنه اونجا هم بیاد دوستان، قاتل قاتل دوستان و همه هم بیاد دوستان. چون که چرا؟ تصابقی که از زندان ها اینجوری شده این همه رقابت هم هست، درگیری هم هست، دعوام هم هست، ولی حمایت هم هست. چون میدونن بالاخره تو عاشقی هم هم درگیر بود. خب در مورد زندونی سیاسی که زیادتر هم هست، یعنی شیفتوار هم دیگه دوست دارن احساس مشترک دارن. بله احساس همدردی، امضا همدردی عمیق میکنن. بله و این خلاصه اینا دور اینا زندونی هایی بودن که روزگار اونا رو حبس کرده بود، روزگار زبونگیر، و اینها دور فرهاد جمع میشدن. ببینن میگه که یکی بالینگهش رفتی، یکی جایی، یکی دامنش بوسیدی، یکی پای، گهی با آهوان خلوت گزیدی، گهی در موکب گوران دویدی، گهی اشک گوزنان دانه کردی، گهی دنبال شیران شانه کردی. من دیشب که داشتم میخوندم کمی گوزنان رو، هر کاری کردم نتونستم، گفتم گوزنان دانه کردی، گفتم خدا رو گوزنان یعنی چی؟ گهی اشک گوزنان، هر کاری کردم میگم نتونستم. بعدش رسیدم به آهو پاهو و فهمیدم که گوزنان خوبه. خوبه. البته یه جایی هست که ما اولاغتی که شما به کار بردن داریم تو شاهنامه، مثلا میگه که بر گنبد پوز، بر گنبد نهادن، یعنی جوز در واقع بر گنبد نهادن به کار میره. ولی خب گهی اشک گوزنان دانه کرده، گهی دنبال شیران شانه کردی، دنبال هم یعنی دم. برو به روزش آهوان دمساز بودند، گوزنانش به شب همراز بودند، نمودی روز و شب چون چرخ ناورد، نخوردی و نیاشامیدی از درد. بدان هنجار ببینن شب و شب روزگار تعطیل نمی کنه، جنگ زمانه جنگش رو تعطیل نمی کنه. ما خوابمون میگیره میخوابیم، ولی زمانه می جنگه و کمترین چیزی که از ما می گیره عمرمون است و اون هیچ وقت تعطیل نمی کنه جنگشو. ببینید میگه که به نمودی روز و شب چون چرخ ناورد. عاشق از جنس روزگار میشه، روز و شب نداره و می جنگه و میگه این مثل روزگار شده بود. تعبیر فوق‌العاده زیبایی است. میگه نمودی روز و شب چون چرخ ناورد، نخوردی نیاشامیدی از درد. بدان هنجار کول راه رفتی، اگر ره یافتی یک ماه رفتی. یکی از خصوصیات عاشقا اینه که وقتی که دیدن اصلا یکی که این کار بکنه بهش میگن عاشقی، مرد حسابی عاشقی یا زن حسابی عاشقی. زن که عاشق نمیشن. آره اینم بدنامیه که فرهنگ ما داره که عشق رو تحت بسار میبره به یه سمتی سکسیستیش میکنه عشق رو. بده با برهان. حالا میگه یکی از خصوصیاتی که عاشقا دارن اینه که اگر جلوشون رو نگیری همجور میره. مثلا داره را میره، میری یه جایی را میفته بری یه جایی، بعد میبینی که داره میره به سمت دره، میره به سمت پرتگاه، میگه آقا کجا داری میری؟ حواست کجاست؟ بگو به راه خود ادامه میده و با جلوش بگیرن و کجش کنن، چون جلوش نمیدونه. و اینجور آدم ها وقتی یه همچین کار میکنن بهشون دیگه میگن عاشقی، مرد حسابی داری میری به سمت مثلا دره. جانم؟ بعد گوشی دستشون همه اون هم یه نوع عشق دیگه. میگه بدان هنجار کبل راه رفتی، یعنی به اون وقتی راه میفتاد اگر ره یافتی یک ماه رفتی. اگر
کسی جلوش نمیگرفت، همینجوری یک ما مثلا بلند شد بره آب بخوره، همینجوری یه ما میرفت. اگر بودیش صد دیوار در پیش، ندیدی تا نکردی روی او ریش. میخورد به دیوار اگر حواست به اصطلاح کسی حواسش نبود. و اگر تیری به چشمش در نشستی، ز مدهوشی مژه بر هم نبستی. سعدی میگه چی؟ میگه نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی، که یاد خیشتنم در زمین می آید. میگه فکر نکن که یاد خودم میفتم، امکان نداره. نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی، که یاد خیشتنم در زمین می آید. ز دیدنت نتوانم که دیده برگیرم، وگر معاینه بینم که تیر می آید. میگه اگر تیری به چشمش در نشستی، ز مدهوشی مژه بر هم نبستی. و اگر پیش آمدی چاهیش در را، نه این واقعا سرقت ادبیه که سعدی کرده، یعنی واقعا مصداق پلیجریزمه با این اینا را آدم وقتی میخونه. یعنی اگر ما پلیجریزم داشتیم تو فرهنگمون گفتیم آقا اینا نگو، اینا نظامی گفته. ریوردینگ کرد. آره خب حالا قبول، مضمون دزدیده و باید تذکر میده، باید تذکر. حافظ یه جاهایی تذکر میده، البته اصلا دزد بزرگتر و چالاکتر از قضا حافظه، اصلا همه چالاکتر بی دزدیه مضمون و بیت. آنچنان غارت کردی که موقع غارت نکرد. واقعا درست میگن، یعنی خیلی غارت کرده مضامین و شعرها و ابیات و به ندرت تذکر داده. گفته این گر باورت نمی شود در از بند این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر بر کشم چیز بردارم از تو مهر، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. گر سامتینگ خلاصه بردارم از تو مهر، آن مهر. یه جایی کمی تذکر داره، اینا به هر حال باید تذکر بده. بله تضمین میگم. بله هم میشه به سا از این زاویه تضمین دیدش که یه هنری است، هم از زاویه به اصطلاح نقاشی و باز تولید، چون نقاش های بزرگ میرفتن توی موزه ها و کارهای آثار بزرگ قبل از خودشون رو کپی میکردن. این اصلا به معنی دزدی محسوب نمیشده، یعنی میرفتن کارهای میکلان شما میستانن جلوی تابلو کار رو میکشیدن. در واقع یک نوع روح احساس باز تولید تصویرگری توی شعرهای ما بوده که باز دوباره تصویر رو احیا کنه، اون تصویری که ساخته شده رو باز احیا کنه. مثلا اگر حافظ گفته شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این آهایل، کجا دامند حال ما سبک باران ساحل ها، اون آقای نیمایوشیج بگه که آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر. یعنی این رو باز تولید کنه، تصویر دیگری از آن تصویر دوباره بکشه، که گاهی اوقات تصویر دوم خیلی درخشانه، گاهی اوقات تصویر دوم ضایع میکنه تصویر اول، که مثالاش هم میتونیم ببینیم توی شعر. آره من سوال دارم، این کتاب از زمان چطور به دست ما رسید؟ این کجا نگهداری میشه؟ آیا در مانتونشان برداری میشه که ما دست تا زمان صفویه یه داستان دیگری داشته، بعد از صفویه این ماجرا عوض میشه. تا زمان صفویه حکومت‌ها خیلی حمایت میکردن از شعرها و اصولاً گرانت‌های اصلی شعرها توسط حکومت‌ها تأمین میشده و استنساخ و نسخه برداری توسط دربارها صورت میگرفته و این نشانه تجمل دربار بوده که کتابخونه‌های بزرگتری داشته باشه و آثار بیشتری رو استنساخ بکنه. به خاطر همین هم هست که این همه نام شاهان توی نسخ می اومده، چون اینها به نام یک پادشاه نوشته می‌شده و خود اون شاه تقبل می‌کرده که اینها رو نسخه نویسی کنه و به جاهای مختلف بفرسته نسخه‌های مختلف. منتها بعد از صفویه که شعر فارسی از رونق می‌افته، به شعر قهوه‌خانه‌ای میشه، توده‌های مردم بیشتر شاعران بودن تا دربارها. دربارها حمایت چندانی از شاعران نمی‌کردن، داستان فرق می‌کنه. شاعرای ما کوچ می‌کنن به هند و به آسیای صغیر و مخصوصاً به هند، یک کوچ وسیع و مهاجرت وسیع شاعران صورت می‌گیره. ما در تذکره نصرآبادی که هزار شاعر رو معرفی کرده در اصفهان سال‌های قرن 11
تقریبا هیچ شاعری نداریم که به هند نرفته باشه یا اینکه آرزوی رفتن به هند نکرده باشه و مثال ها بیانیه این که همه اینها کوچ میکردن اونجا به خاطر که در هند یک مسئله فارسی و گشایش زبان فارسی پیدا شده بوده، چون میدونن یکی از عوامل دیگه که به استنساق و نسخه برداری کمک میکنه مسئله کنار هم قرار گرفتن فرهنگ هاست، چون اولین فرهنگ لغت ما اسمش هست لغت فارس. لغت فارس رو یک نفر برای ترکان نوشته. این مهمه. وقتی که ترکان میخواستن فارسی یاد بگیرن خودشون شروع کردن نسخه برداری کردن، لغتنامه نوشتن، چون میخواستن یاد بگیرن فارسی. وقتی هندیان هم میخواستن فارسی یاد بگیرن لغتنامه مینوشتن. آنندراج تو هند تألیف شده، برهان قاطع تو هند تألیف شده، لغتنامه شروع کردن نوشتن، کتابا رو استنساخ میکردن به خاطری که دلشون میخواسته که حالا دلایل این چیه به جای خود. یعنی خود قرار گرفتن فرهنگ های کنار هم و مسئله ترجمه و مسئله راه یافتن یه فرهنگی به دامن یه فرهنگ دیگه یکی از عوامل نسخه برداری در سطح وسیعی بوده که اینها را برای ما زنده نگه داشته. ما بیشترین نسخ شاهنامه را الان در هند داریم، بیشترین نسخ دستی شاهنامه، حتی از همین نظامی هم اگه اشتباه نکنم نسخ بسیار زیادی در هند داریم که بعضی از اینها هنوز چیز نشدن، مورد دقت قرار نگرفتن یا بررسی نشد. نه حافظ که قطعا در اختیار داشته، به خاطر حافظ که کتابخونه شیراز دسترسی داشته، کتابخونه مظفری به کتابخونه اینجو حالی اینجو دسترسی داشته. در حد حافظ و در حد سعدی کسانی که با دربارها ارتباط داشتن، با شاهان ارتباط داشتن، اونا که قطعا میخوندن، یعنی نسخه در اختیار داشته. ولی حتی دست دومتر، یعنی افرادی که کمتر از اونها به این کتابخونه ها دست داشتن، ما در مورد ادبیات شفاهی هم یه اصراری داریم. من همین امروز اتفاقا داشتم زاد و مسافر آقای ناصر خسرو رو می‌خوندم و توی مقدمه این کتاب تاکید بلیغ داشت بر شرافت گوش نسبت به چشم تو مقدمه، و میگفت که شریفتر نقل از کتابت، میگفت نقل از کتابت شریفتر، و اصرار داشت دلایل محکم یه فصلی داشت دلیل می آورد که چرا نقل از کتابت شریفتره و لطیفتره و خلاصه بهتره. یعنی در واقع داکیومنتیشن رو اینجوری داره در واقع یه جوری زیر سوال میبره ناصر خسرو، و این فرهنگ وجود داشته ولی واقعا حجم کارها افزونتر از اونه که ما بتونیم اینها رو سینه به سینه نقل بکنیم و یه نسخه قابل قبولی هم حفظ بکنیم و صیانت بکنیم. شاهنامه شما اینه ایسی حدود مینیموم ابیاتش 40,000 بیته چیز، اینا تازه شعرهای پرگوی ما نیستن، مثلا صاحب بیشتر از این حرف هاست، عبدالقادر بیدل دهلوی از همه بیشتر سروده، یعنی صحبت بر سر 100,000 و نمیدونم چند 100,000. خب اینا که نمیتونسته واقعا سینه به سینه صورت بگیره، ولی این حس وجود داشته چون آدم ها شعر حفظ میکردن و زیاد میخوندن. بله اونم کمک میکرد. خب ما وقتمون 10 دقیقه وقت داریم، بفرمایید مطلب بسیم پاشو کنم. ما توی 10 دقیقه که وقت داریم سریع یکم بریم جو کجا بودیم یه بیتش بخونه بدون که تمش بار کبل راه رفتی کبل راه رفتی اگر راه یافتی یک ماه رفتی بدان هنجار. بله اگر بودیش صد دیوار در پیش ندیدی تا نکردی روی او ریش، وگر تیری به ششمش در نشستی ز مدهوشی موجه بر هم نبستی، وگر پیش آمدی چاییش در راه ز بیپرهیزی افتادی در آن چاه، دل از جان برگرفته و از جهان سیش بلا همراه در بالا و در زیر، شبی و صد دریغ و ناله تا روز دلی و صد هزاران حسرت و سوز، ره از در بخونه؟ ره در ره در کوی و گر در کاخ کردی
نفیرش سنگ را سوراخ کردی، نشاطی گر کز غم یارش جدا کرد، به صد قهر و نشاط از دل رها کرد. این هم باز خصوصیت عاشقان است. از این نظر عاشقا یه خورد شبیه شیعیان، یعنی شیعیان میگن ز بعد مهنت عاشور دانا که شود شادان، میگن بعد از عاقه عاشورا هیچ عاقلی شاد نمیشه. اینو شیعیان میگن، یعنی شیعه نمیباید و شاد باشه همیشه، به محضی که شاد میشه باید استغفر الله. چطوره مثلا مولای ما امام حسین شهید کرد ما شاد باشیم که احمق آدم ز بعد مهنت عاشور دانا که شود شادان. عاشق یکم شبیه اینه، عاشق دوست نداره شاد باشه، به محضی که شاد میشه خودش رو ملامت میکنه، میگه من دورم از اون، چطور شادم؟ میگه همچنین میشه اصلا شادی انگار نباید راه پیدا کنه به منزل عاشق. ببینید میگه که نشاطی که از غم یارش جدا کرد، شادی که میومد و یه لحظه حواس اینو پرت میکرد و یه لحظه اینو خوشحال میکرد، به صد قهر آن نشاط از دل رها کرد. فوشش میداد، دواش میکرد، گفت برو گم شو این نشاط دنبال کارو. غمی کان با دلش دم ساز میشد، دو اسبه پیش آن غم باز میشد. ولی برعکس، به محضی که غم میومد تو دلش خوشحال بود، فکر میکرد که یک نوع در واقع دیفنس، یک نوع حالت دفاعیه که در واقع عاشق میگیره نسبت به هم. یه راه حلیه، یک سلوشنیه که در واقع عاشق به خودش میگیره که حالا که زمانه من رو از معشوقم جدا میکنه، حالا که ارتباط برقرار نمیشه، حداقل من با غصه خوردن این رو یه جوری بیان میکنم یا فشارش رو از روی خودم برمیدارم و فکرش رو از روی خودم برمیدارم. انگار که به محضی که شاد میشه، شاد میشم من حالا دیمونه شدم، مثلا خلاف عقل به نظر میرسه. میگه عدیم رخ به خون دیده، عدیم یعنی چرم، عدیم رخ به خون دیده میشست، سهیل خیش را در دیده میجست. سهیل میدونه که سیب رو قرمز میکنه، سیبی که سهیلش نزند رنگ نداره، و عدیم رو هم گویا یعنی چرم رو هم گویا سهیل قرمز میکنه. ستاره است که صبحگاه میدمه و اگر بر سیب بخوره سیب قرمز میشه. میگه عدیم رخ به خون دیده میشست، قرمز میکرد صورتش رو، سیب صورتش رو یا چرم صورتش رو، سهیل خیش را در دیده میجست. نخوف دلش میخواست که ستاره قرمز کننده صورتش اشکش باشه. نخفتر چند خوابش می رو بایست، که در بر دوستان بستن نشایست، که در بر دوستان بستن نشایست. اون فکر میکرد اگر بخوابه در رو بر دوست بسته، چون خیال دوست همیشه با او بود و به محضی که میخوابید اگر به دوستش میگو برو، به خیال میگفت برو، بنابراین دوستاش بیدار بزنه. سربازا تا صبح بیدارن، پاسبانن، گشتن. حافظ میگه چی؟ میگه همنشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. میگه من مثل شمعم و تا صبح بیدارم، باید بسوزم تا صبح بیدارم، همنشین کوی سربازان و رندانم. عاشقا دیدن دوست دارن برن بیرون تا نصف شب تو خیابون باشن، بیلیارد بازی کنن، بعد نمیدونم قدم بزنن، شلم بازی کنن، تخته بازی کنن، هم گپ بزنن. به معنی که میان خونه میخوام بخوابن، یاد عاشقی میافتن که ای بابا ما هم بخوابیم که خیال معشوق از ذهن میگیریم. دل از رخت خودی بیگانه بودش، که رخت دیگری در خانه بودش. میگه که خودش رو نمیخواست، چون رخت یه نفر دیگه تو خونش بود، رخت خواب خودش رو از خونش برده بود بیرون، به خاطری که رخت خواب خیالی در ذهن او خوابیده بود، در ایوان ذهن او یک رخت خوابی پهن بود و اون رخت خواب شیری بود، به خاطر همین نمیخواست که رخت خواب خودش در خونه باشه. منظور از رخت همون بندوبستش نیست، ولی لزوما لباس شاید نباشه، یه معنیش هم یعنی رخت خواب، یعنی اسباب و زندگی، وسایل زندگی. بستان جدیدی اومده بود،
بله، مال یه فرد جدید، وسایل فرد جدید، فرنیچرای یه فرد جدید رو موف کردن آوردن گذاشتن گوشه حالش و دیگه نمیخواد وسایل خودش رو پرت کنه. شیرین بساطش رو برده تو خونه خیال ایلی و این دیگه وسایل خودش دوست نداره و این اتفاق هم میفته. دیگه خودی باقی نمونده. آقای رد، من فکر کنم این مجازیه، یعنی خیالی که اومده در دل این جا گرفته از شیرین، یه خودش هم این رخت منظور اون جایگاه در بخونه، یعنی جسم خودش و همه چیز خودش رو دیگه تحت و شعار اون چیزی که جایگزین شده، یعنی یه فکر خودش نیست، همش فکر شیرین. بله بله، عمق معنی همینی که شما میگین یا مسئول جان میگن همینه، عمق معنی همینه. تصویر ولی حالا ما داریم بحث میکنیم، تصویر چیه؟ تصویر اینه که یک نفر مونده در ایوان ذهنی. عمق معنی رو من اصلا بحثی ندارم، یعنی اینکه من از خودی خودم دور شدم و دیگه دیگری اومده جای خودی من گرفته، ولی تصویر اینه که یک فردی اومده تو ایوان خیال من، یه تختی پهن کرده خوابیده، من دیگه نمیخوام خواب، مادامی که اون هست من دیگه نمیخوام. تصویری ایماجی هم در این حال داره غیر از معنی. میگه از آن بود نقش او شوریده پیوست، که نقش دیگری وقتیش تر بست. نیاسود از دویدن صبح تا شام، مگر کس کیشتن بیرون نهدگام. هم دقیقا همین فرمایشات شما رو داره تعیین میکنه. میگه زتن میخواست تا دوری گزیند، مگر با دوست در یک تن نشیند. نبود آگه که مرغش در قفس نیست، به میدان شد ملک در خانه کس نیست. روحش ملک جان او بود، پادشاه ملک کشور تن و بدن او بود. این ملک رفته بود دیگه، تو مملکت او ملکی نبود، پادشاهی نبود. ببینید میگه نبود آگه که مرغش در قفس نیست، روحش نیست. به میدان شد ملک در خانه کس نیست. چنان با اختیار یار در ساخت، که از خود یار خود را باز نشناخت. اگر در نور و گر در نار دیدی، اگر به نور نگاه میکرد یا به نار نگاه میکرد، نور و نار ضد هم، نور یعنی چیز خوب، نار یعنی چیز بد، نور یعنی روشن کننده، نار یعنی سوزاننده. میگه اگر در نور و گر در نار دیدی، اگر به خوبی ها و به بدی ها نگاه میکرد، نشان هجر و وصل یار دیدی. خوبی براش هجر بود و وصل بود و بدی براش هجر بود. نور براش وصل بود و نار براش هجر بود. هیچ معنی دیگه نداشت. زهر نقشی که او را آمدی پیش، به نیک اختر زدی فال درخیش. کسی در عشق فال بد نگیرد، و اگر گیرد برای خود یا خود. این هم از اون چیزهای عجیب دنیا است که ما هممون فکر میکنیم که ما برنده ایم، ما در این عشق حقانی هم، ما به معشوق همون میرسیم و دیگران ممکنه نرسن ولی ما میرسیم. مثل که یه انرژی فوق‌العاده این فکر با آدم میده که مال من با بقیه فرق. میگه کسی در عشق فال بد نگیرد، وگر گیرد برای خود نگیرد. فکر کنیم مال خودش با همه فرق. هر آن نقشی که آید زشت یا خوب، کند بر کام خیشان نقش منصوب. میگه ها ببین، دیدین چه نشانه ها رو دید؟ این نشانه ها میگه که من حتما حقانیت دارم در اینش و مال من متفاوته. و هر هفته شدی مهمان آن بور، هر هفته هم میرفت یه سری به شیرین میزد. به دیداری قناعت کردی از دور، دیگر راه صحرا برگرفتی، غم آن دلستان از سر گرفتی. شبانگاه آمدی مانند نخجیر، و از آن حوزه بخوردی شربتی شیر. شبا میومد از اون حوزی که خودش ساخته بود یکم شیرم میخورد. جز آن شیر از جهان خوردی نبودش، برون زان حوز ناوردی نبودش. به شب زان حوز پایه هیچ نگذشت، هیچ نگذشت یعنی هیچ دور نشد، هنوز فاصله نگرفته بود. وقتی شب شد باید میرفت دیگه. میگه به شب زان حوز پایه یعنی اون محل هیچ نگذشت، هیچ دور نشد، همه شب گرد پای حوز میگشت و تمام شب همون
خیلی عبور نمی‌کرد، خیلی فاصله نمی‌گرفت، همون بول حوالی پرسه می‌زد. در آفاق این سخن شد داستانی، فتاد این داستان در هر زبانی. و هفته آینده آگاه شدن خسرو از عشق فرهاد رو که یه همچین خطری داره خسرو رو تهدید می‌کنه.